درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز ارجمندان. تصور نمیتوان کرد که در تاریخ انتخابات در سراسر جهان، حتی در گوشه های دور افتاده افریقا، همین کشورهای گمنامی که ما حتی اسمش را نشنیدیم، ولی آقای رئیس جمهور اسلامی دائم با آنجاها سفر میکند و در واقع میخواهد جلب دوستی و جلب پشتیبانی داشته باشد در سازمان ملل متحد. چنین نوع انتخاباتی که پیش روی ماست، که فردا صبح ثبت نام کاندیدها شروع می شود، اتفاق افتاده باشد. همه کاندیداها از بزرگ تا کوچک به ویران کردن خود حکومت اسلامی مشغولند. وقتی به حرفهای آنها توجه میکنید، میبینید که هیچ مخالف حکومت اسلامی در طول 34 سال گذشته نتوانسته است این گونه که اینها رسوایی به بار آوردند برای آن چیزی که جمهوری اسلامی نامیده میشود، نتوانستند بگویند. گفتند که جمهوریت با اسلام نمیخواند، گفتن که اسلام یک ایدئولوژی سیاسی ویژه است که نمیتواند معنای جمهوریت داشته باشد، گفتن ظالم است، گفتن که قوانین شریعت همان قوانین کشتار آدم ها به عناوین مختلف که ساده ترین آن کافر بودن است. کافر از نظر اسلام کسی است که به اسلام معتقد نباشد، یعنی در واقع این 1 میلیارد مسلمان جهان معتقدند 6 میلیارد بقیه کافرند و اگر با آنها مهلت داده شود، اگر موقعیت به دست آورند، 6 میلیارد نفر را میکشند چون کافرند از ظن آنها. آقای خاتمی میگوید که فضای امنیتی در حکومت اسلامی انقدر شدید است که نمیتوان نفس کشید. آقای قالیباف یک جور دیگری میگوید و آن سومی رسما و علنا میگوید که مردم کارت به استخوانشان رسیده است. آقای رفسنجانی قدم را از این فراتر میگذارد و میگوید من برای چه باید بیایم اگر ولی فقیه نظری با من نداشته باشد؟ یعنی علناً و رسماً میگوید رأی شما مردم پشیزی ارزش ندارد، آن کسی از صندوق بیرون میآید که ولی فقیه آن را انتخاب کرده باشد. اوضاع احوال به گونه ای است که آقای خامنه ای جانشین امام زمان، رهبر حکومت اسلامی، رسماً و علناً میگوید که من تصمیم گرفتم قید جمهوریت را بزنم. خیلی راحت، یعنی میگوید دیگر جمهوریت معنی ندارد، من یک نفره تصمیم میگیرم، یک نفر را میگذارم که فرامینی را که من میدهم انجام دهد و تمام نیروهای موجود را هم مجبور میکنم که از آن یک نفر فرمان ببرد. این چه بساطی است که ما 4 سال یک بار هی بالا بریم پایین بیایم، از مردم تقاضا کنیم، التماس کنیم، انواع شگردهای تبلیغاتی را به کار ببریم تا مردم بیایند به یک نفر رأی دهند که آن یک نفر مورد نظر ما هم نیست و سرانجام آن کسی که مورد نظر ماست عرض کنم که انتخاب میکنیم. خب وقتی چنین سخنی را میگویند، وقتی چنین سخنی را خود رهبر حکومت اسلامی میگوید، تکلیف بقیه کاملا مشخص و معلوم است. این انتخابات به کجا خواهد رفت؟ چه نتیجه ای را آید ملت ایران میکند؟ آقای احمدی نژاد میگوید که بنزین حد اکثر میشود 2000 تومان، لیتری 2000 تومان بنزین، اما ما بیشتر از این به جیب ملت خواهیم کرد. این واژه به جیب ملت خواهیم کرد را شما یک خورده
حلاجی کنید، کالبد شکافی کنید، یعنی تمام ثروت مملکت در اختیار یک جمعی است و این جمع تصمیم میگیرند که چه میزان از این پول را به قول خودشان به جیب ملت بکنند. کارگر گرسنه است، اجتماع که میکنند میگویند که ما 6 ماه از حقوق نگرفتیم. حکومت اسلامی در آستانه انتخابات نه فقط از مردم نگذشته است، به جان سگهای بیگناه مردم افتاده است. ما در این ور دنیا شاهدیم که یک گربه وقتی در یک رعابی گیر میکند یا بالای درختی گیر میکند 10 تا ماشین آتش نشانی بسیج میشوند که این گربه از بالای درخت بیارن تحویل صاحبش بدن، و یا یک سگی که احتمالاً و اتفاقاً تو خیابون مجروح می شود 100 نفر بسیج می شوند که این سگ را برسانند به امرجنسی و آن را معالجه کنند. آن وقت در ایران رسماً و علناً نیروی بسیج، بسیج مسلمانان، بسیج فدایان اسلام را می افتند، سگهای مردم را می گیرند و میبرن سر به نیست میکنن، میکشن این حیوانات زبون بسته رو. نه اینکه نمیفهمن، اشتباه نکنید، حکومت اسلامی تصمیم دارد به هر طریق و ترتیبی که شده مردم را بترساند. شگرد حکومت اسلامی همواره این بوده است که بترساند. دیدید قیافه این بسیجی هایی را که به خیابان اعزام می کنند که مردم را بزنند و بدجور می زنند، وحشتناک می زنند، از بچه تا پیرزن و پیرمرد را می زنند. اینها برای ایجاد وحشت، برای اینکه مردم اساسا فکر هر نوع مخالفتی را از سر بدل کنند. خب وقتی که ما گاهی می گیم که این رژیم را جز با اقدامات مسلحانه نمیتوان سرنگون ساخت، جمعی به ما ایراد میگیرند که میگویند گذار از وضعیت فعلی به وضعیتی که در آینده فکر میکنیم باید بدون خونریزی انجام شود. آیا این خونریزی نیست که هر روز این حکومت اسلامی انجام میدهد؟ آیا کاری وحشتناکتر از این هست که یک بانوی را ببرند به زندان که بچه شیرخواره 3 ماهه دارد؟ آیا این بچه گناهی دارد که در آن فضای مسموم زندان، در فضایی که زن معتاد، زن بدکاره، زن سارق، انواع اقسام زنهایی که ناگزیر ناچار در دل این حکومت به این روزگار مبتلا شده اند، این بچه شیرخواره را آنجا نگهداری کنند که تمام زندانیان از بوی ببخشید بدی که در این راهروها و در این سلولها افتاده است فریادشون به آسمان بلند است، و این خود یک نوع عذاب و شکنجه روحی است که زندانیان را میدهد. خب صبح تا شب دارد میکشد. با چنین حکومتی که فقط اسلحه و کشتار و خونریزی میشناسد چگونه میتوان با زبان خوش یه عده ماندلا را عرض کنم که سمبل و نهاد این کار قرار دادن؟ آیا در زمانی که افریقای جنوبی گرفتار استعمار انگلیس بود و یا جمعی از انگلیس ها در اونجا حاکم بودن جرأت داشتن این کاری که حکومت اسلامی با مردم ایران می کند و تحت عنوان قوانین شریعت انجام می دهد آن انگلیس ها با سیاپوستان انجام دهند که ما حالا دنبال نلسون ماندلا میگردیم برای اینکه با این رژیم روبرو بشویم؟ طبیعی است که انواع اقسام فشارها اون تفکر اصلی را که چگونه میتوان از شر این رژیم ضد ایرانی نجات پیدا کرد از عموم مردم در داخل کشور گرفته است. دنبال یک سازماندهی مرتب و منظم نیستند، قادر نیستند.
در خارج کشور تا آنجایی که اطلاعات من اجازه میدهد. یک سازمان مجاهدین خلق است که دارای سازماندهی است، دارای نیروهای مسلح است، دارای بودجه کافی است. خب مردم دائم چسبیدن به گذشته های این سازمان، اما به اینکه سازمان احتمالاً بسیاری از مواضع فکری گذشته را بنا به ضرورت زمانی ترک گفته است نمی کنند. گروه دیگری را تصور بر این است که چون گذشته ها می توان مجدداً پادشاهی را به ایران بازگردند، اندیشه نمی کنند که در کجای دنیا کدامین پادشاهی سرنگون شده مجدداً به سلطنت بازگشته است. یک مورد ما داریم، مورد اسپانیا. اما چه کسی آن یک مورد را اجرا کرد؟ کسی که خود در آن زمان قدرت را در دست داشت و در پایان عمرش با بهره‌گیری از قدرتی که در دستش داشت، یعنی حاکم اسپانیا بود، تصمیم گرفت وارث تاج تخت پادشاهی را بازگرد. آیا در میان این اسلامیون حاکم بر ایران شما اساساً چنین طرز تفکری را میشناسید و باور دارید؟ وقت آقای مشائی میگوید دیگر اسلام کارآمد ندارد. آن اسلامی که ما میشناسیم به دلیل اینکه در جهان بدنام شده است کارایی ندارد. چرا این حرف را میزند؟ دنبال مسئله مهدویت می رود. مهدویت را رسما و علنا بر زبان می آورد. معنای مهدویت چیست؟ همان فرقه شیخیه که در قرن 13 گفت ما احتیاجی به مراجع تقلید نداریم. انسان اگر مسلمان واقعی باشد می تواند خود با امام زمان در تماس باشد. نیاز نیست که ما در تماس باشیم. این چنین است شرایطی که انتخابات پیش رو داریم. آرزو کنیم باز بدون خونریزی مانند سال 88 از این مقطع زمانی نیز عبور کنیم. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می‌سپارم. بدرود.